چقدر خوشگل شده. حالا کجاشو دیدی؟ ایران خیلی عوض شده تو این سالا. دلم لک زده بود واسه مملکتم. آدم هر جا باشه بازم غربت. تو چند سال میشه ایران نیومدی؟ خیلی، 13 سال. خیلیه. ولی جالبه که لهجت اصلا تغییر نکرده. خواهرتو که میشناسی، تو خونه فقط باید ایرانی حرف بزنیم والا. دلم برای فرخونده لک زده. هر کاری کردم گذشته ها رو فراموش کنه، نشد که نشد. مرغ یه پا داره. مامانم کینش شطوریه دیگه. خاله تو خود شما به من بگین اصلا سر چی قهر کردید؟ من که هیچ وقت نفهمیدم اونم این همه سال. چی بگم عزیزم؟ میگم واسهت همش از این سوء تفاهم شروع شد. یه مش حرفای علکی بی خود و بی جهت، همش به خاطر اون مرتضای بابا. بعد از این همه سال زندگی با یه جوجه زد به چاک. الانم نمیدونم کدوم گوریه. هم خانواده‌مو ازم گرفتم. بس دیگه. دلم میخواد فقط راجع به آینده حرف بزنیم، راجع به روزای خوب. عاشقتم یعنی مانیا. تو چه خانوم شدی واسه خوده؟ خب خانوم خانوما تو بگو. دانشگاه آکسفورد و لیسانس فلسفه و چه شبه؟ گفتم که بهتون دارم رو تزم کار میکنم. کار سختیه ها، ولی خب امیدوارم بشه دیگه. فکر کردم بیام ایران پیش شما، توی محیط آروم کارم بهتر پیش میره. بعدشم به نظر من که دیگه وقتشه مثل قبل دوره هم جمع شیم. آره والا من که از خودم، فقط فرخونده از خره شیطون بیاد پایین، دست از لجبازیش برداره. راستشو بخوای من خودم هم یه وقتایی خیلی احساس تنهایی میکنم. شما دیگه چرا؟ خاله جون هیچ کس از دل اون یکی خبر نداشت. ببینم میدونستی همیشه الگوی من بودی؟ واه کی؟ من؟ بله. شکستن الگوی کار هر کسی نیست. تو ایران توی مملکت سنتی با یه پسری ازدواج کردی 10 سال از خودت کوچیک‌تر، عشق کنی همین دیگه. یعنی اون چیزی که باورش داری و انجام بدی، هیچ کی هم نترسی. نمیدونم، گاهی وقتا فکر میکنم کار درستی نکرد. نگو پشیمونی،
دیگه دارم پیر میشم دختر، زنگ خطر. ای بابا، زنگ خطر واسه خاله خوشگل ما من که باورم نمیشه. آخه فکر کن یه زن جذاب و پولدار، یه پسر جوون و عاشق پیشه. واو، چه رومنسی. سلام. سلام خانم، خوش آمدین. مانیا خواهرزاده من، جعفر آقا همسرشون، عقرب خانم. ممنون. من جعفر آقا زحمت بکشه از تو صندوق عقب این چمدون رو در بیار. ممنون. عقدس بیه کمک کن. بریم یه قهوه بهت بدم، خستگی در بیار. بیا تو خاله. کاش فرخونده هم می اومد. میاد خاله، بهت قول میدم. خوبه؟ خوشتیپه. کی؟ شوهرت دیگه. بله، پس چی فکر کردی؟ خانم ساکو کجا ببره؟ ببر بالا بذار تو اتاق مهمان. چش. چقدر سنگینه. بفرمایید. خب موضوع تزه چی هست؟ لذت گناه. خب یکم توضیح بده منم بفهمم. مثلا راجع به اینه که اصلا آدمیزاد چی میشه که به سمت شر تمایل پیدا میکنه؟ این وسوسه گناه از کجا میاد؟ اینجور حرفا. خیلی خوشحالم که اومدی مانیا. راستش داشتم از تنهایی دق میکردم. آدم نمیتونه با هر کسی درد و دل کنه، تو از خودم. منم خیلی خوشحالم. اصلا احساس میکنم تو خونه خودم. خوبه، قهوتو بخور، بعدش هم برو یه دوش بگیر. سهیلا تا موقع میرسه، منم میرم یه شام کوچولو درست میکنم. خیلی وقت دستپخت خالتو نخوردی. خانم چیزی لازم نداری؟ نه، دست درد نکنه جعفر آقا. شبت بخیر. شب شما هم بخیر. سهیل توی؟ چرا جواب نمیدی؟ خواستم سپرایز کنم. چند بار بهت زنگ زدم، کجا بودی؟ ولکن بابا، فروختم. شام ردیف کردیم وقتشم. آها، خواهرزاده محترم تشریف آوردم. گفته بودم که مانیا قراره بیاد، نمیشد بیای با هم بریم دنبالش؟ خیلی بد شد. البته نه، اشکالی هم نداره. وقتی با خواهرزادتون یه گپی بزنید و پته منو بریزید رو آب. یعنی چی؟ داستان همون فیلم ها و عاشق دلخست و آس و پاس و زن پولدار و سندار و... خیلی خب بس کن دیگه سهیل. گفتم که نمیخوام جلوی مانیا حرفمون بشه. آها، پس نمایش ببین. ببین من دیگه حال حوصله‌اش ندارم. حالا مگه چی هست؟ من از قهنی پیدا شده چون از انگلیس اومد، باید بزنیم رو سرمون حلوا حلواش کنیم. نه آقا جون، من دیگه حال حوصله‌اش ندارم. خیلی خوب، صدا تو میشنوه، بالاست. بشنوه. من میرم یه دوش بگیرم. بعدش هم میایم به افتخار فامیل محترمتون یه شام مفصل بخوریم. تو همین رژیم مسخره‌تو ول کن امشب.
سلام. سلام. خوبین شما؟ ممنون. ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. بیا ببین برات چی درست کردم. خانم جان، صبحانه آقا رو ببرم؟ نه راست خانم، هنوز خوابه، بیدار شد براش ببر. باشه چشم. یادته که بکنی آدم نباشه. در زمین یه موبایل برات گرفتم، شمارم هم توش سیف کردم، کارداشتی بهم زنگ بزن. تو داشت برد اینه؟ اینا چیه؟ مال توه، برای شما لازمت میشه، این یه دستوره. چشم، من میگم اصلا تو یه دستور بده، من میگم چشم. در زمانی هم اینم کارت رستورانه، بدی به آژانس میارتت اونجا. بای، خدا حافظ. سوپرا بای قربونت برم ماره جونم، میخواد چه؟ خیلی اومدی عزیز دلم. خالت زده به سرش، فکر نمی کنه که بعدا مردم چی میگن. شما هم که تنهایی، بچه ها بهتون سر میزنن؟ ای سال ماهی یه مادرشون سر میزنن، میدونی که دور زمونه همینه دیگه. بله عمه جون، این قابل شما رو نداره. قربونت برم، من دستت درد نکنه. بله خب چطوره؟ عالی، خوش سلیقه خاله. چطوره سر حال نیستی؟ چی بگم، یه مدتی خیلی به هم ریختم، همش فکر میکنم نکنه حرفای مردم درست باشه، سایل بذاره بره. اون از اولی، اینم از این که بالاخره از من خیلی جوان تره. به خاطر همین سرم با کار مشغول کردم، میخوام یه بیزینس حسابی را بندازم. چطوره؟ به به، ولی از من میشنوی بی خیال این حرفاشو؟ نمیفهم، عجیبه واسم. تو با این وضع و اوضاع اصلا دیگه نگرانه چی؟ خواهد بره، بره. بعد چوری بهش وابسته شدم، اگه بره داغون میشم. نمیره، کجا بره؟ تازه من فکر میکنم خیلی هم دوست داره. واقعا؟ نمیدونم، شاید هم تو راست میگی. مرسی اقدس خانم. قربونت برم. اقدس خانم، شما همیشه با هم اینقدر دعوا میکنن؟ چی بگم مانیا جون، چند وقتی با هم نمیسازن. آقا جون نمیخوام اصلا آقا که بیشتر با دوستاشو هستن. من با تو دارم حرف میزنم، اصلا اون کاری نمیکنه.
اقدس تنها میذاره. اقدس جا خوش کردی؟ اومدم جا فراغاس. خاله کجایی خاله؟ خاله اینجا مانیا. وای خاله چی شده؟ برسم خاله خوبست کجاست؟ بالا و تا جعفر آقا اقدس خانم بیای کمک. شما بیرون باشید. چطوری؟ بهتری؟ بازم چطوره دکتر؟ رفتنیه؟ اگه این بازی ها در بیاری، البته بازی ها؟ گفتم یه آدم شخون بنیمسم مطمئن باشم که حدثم درست. دکتر، معذرت میخوام، منظورتون چیه؟ دروه اشتباهی خورده، فشار خونش رفته بالا. امکان نداره دکتر، من همون قرص همیشگی را جبه قرصم خوردم. حتما اشتباهی شده، دروه شبه همدیگه هستم. توی خونه کسی هستش که داروه ازیاد فشار بخوره؟ سلام، این صورتسه و برگه ترخیص اینم داروه. آی دکتر ما دیگه میتونیم بریم؟ چیزی میخوری یا میخوای استراحت کنی؟ نه همه شما فکر میکنم من هیچ وقت داروه همه اشتباهی نمیخورم. من نیم. یعنی؟ فکر میکنی که آره باید جوری دارم نگرم میشتم. آخه چرا باید دارو تو عوض کنه خاله؟ نمیدونم سن نمیخوام بهش فکر کنم. یعنی فکر میکنی میخواد بلایی سرت بیاره؟ این خبش بد بینی؟ نمیدونم فقط میدونم من هیچ وقت قرصامو اشتباهی نمیخورم. شایدم دارم اشتباه میکنم. اصلا گیر شدم. بلش کن. بذار من یکم برم. خیلی داری اشتباه میکنی. استراحت کن. لازیب من چون اینو میخواستم بهتون بگم مانیا تو انگلیس رشته فلسفه خونه. یعنی چی؟ یعنی میتونی باش فلسفه بازی کنی. برو تو کارش. بگم اونجا درس خوندن چجوریه؟ شنیدم برعکس اینجا که همه چی اشغاله اونجا روز آدم همچی میکشن. بستگی به علاقت داره دیگه. اونجا کسای درس میخونن که بیشتر میخوان به یه چیزی برسن، نه همجوری الکی مثل اینجا واسه مدرک. چرا فلسفه خوندی؟ به خاطر علاقم به سوالای اساسی که تو ذهنم بود. واسه چی به دنیا اومدیم؟ تو زندگی چی کار میکنیم؟ کافیه؟ کافیه. خب بابا بالا نیاری، خودتو جمع کن یه خورده. شما واقعا چی فکر کردین؟ خواهرزاده من کلی واسه خودش مخه. کار ما سخت شد که بابا. بابا چه سختی شد؟ بخور شما سردرد نگیری. بخور. درس خوندن چی آخه؟ دو روز زنده میخواییم زندگی کنیم. من که اصلا حوصله درس خوندن ندارم. میخوام بریم گردش، سفر. آخ گفتی، من عاشق سفرم. دوست دارم برم تا کجا؟ تا کجا؟ آخرش.
بوده حالا بودی بابا چش قربان هرچی شما بگیم این حرفش کنم بدجور رفتم تو کفه این سوالات اساسی ها سواله اساسی یا بیشید خوبه جالب فلسفه علاقه من شدی میگم اگه بخواین من میتونم یه عالمه کتاب به تو معرفی کنم بخونی نمیشه خودتون یادم بدین دیگه اونجوری رو دل میکنین چشات از علاقه میزنه بالا یه ذره خود کنترل کن جمع کن خودتو بس فروشون دیشب تورید شده بود آره تو از کجا فهمیدی من بهش گفتم آخه میخواستم برنامه امشبو کنسل کنم گفتم که نیام بهتره حالتم بده آخه بازم قلبته خب باید دیگه خیلی مراقب باشی چطور مگه؟ هیچی خوب کسی که ناراحتی قلبی داره هیجانم براش سم ببینم از که تالا تو دکتر شدی؟ خب مگه بد میگم ببین همین الانم هم رنگ و روش پریده خوبی مطمئنی اگه خوب نیست بگم برم تا سامینا پاشه بچه پاشه سلامت خونه هاش هم دوره ببین مانیا خانم آدم رو دعوت میکنم بعدم اینجوری به آدم توهین میکنم جمع شادی داریم چه دوستای خوبی مگه بده خوشت اومد دوست داری جوونن دیگه علو بزن و برقص و عشقال همه چی تا آخره عمو شو بس علو در خدمت موزیکی چیزی همینجوری که خوشگوفالی نمیشه خیلی خوش اومد چی دوست داری بلوم بده چی دوست داری همه چی پایزه با کلاسا لب کارو یه گل بارون لا 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 تو ماشین جا گذاشتم سیگار داری؟ یادم واسد بچه ها ببخشید من یه لحظه کجا بابا داده سر شبه که ای بابا فروغ ببخشید شما کجا مانی خانم بیدم پیچه پاشا دیگه سیگار میخوام ایله خب خودی به مومبس بزن حالا حالا بزن بیا ویلکم بابا بچه بکن سیگار باشه دیگه شورشو در آورده این دختر شهره کیه خیلی واسم آشناس آره بابا دیدیش توی رستوران کار میکنه سهیل آدمش کرده تو چرا اینقدر ضعف نشون میدی از خودت چی کار کنم همش فکر میکنم دارم تنه میزنن تقصیر سهیل دیگه شاید تو خیلی حساس شدی میرم برساتو بیارم ببخشید خانوم جسارت شوهرتونه کی؟ همین آقایی که دارین تعقیبش میکنین شوهرم نه خدا نکنه یکی بستگان نمونه بی ببینم بابا بودو آدرس اینجا دقیقا چی میشه؟ بله سلام چطوری مانیا؟ شهره؟ یه دو ساعتی مرخصی گرفت رفت بیرون چطور مگه؟ مطمئنی؟ کجا؟
کجاست؟ از همون شب مهمونی شک کرده بودم، میخواستم مطمئنش. فکر نمی کنین بهتره فعلا رو در رو نشیم؟ هنوز تو کافی شاپ هم؟ آره خاله، ولی بهتره که صافت بی همه چیز اینجا جاش نیست. بذار بعد حرف بزنیم. نشنوم صدا تو. تو لیاقت اون زندگی رو نداشتی. فروغ میگم اینجا ببند دهن تو. فروغ جان اجازه بده. تو چی خیال کردی ها؟ فکر کردی من بدون تو نمیتونم زندگی کنم؟ میدونم اشتباه کردم، حق با توه، ولی دیگه تکرار دیگه تمومش کن ساحل. خیلی وقت دارم کاراتو نادیده میگیرم، باید تمومش کنی. خیلی خوب تمومش میکنیم، ولی از نو شروع میکنیم. تو خجالت نمیکشی؟ بی خود خودتو به نفهمی نزن. باید بریم دادگاه طلاق بگیریم بری پی کارت. شرن نگو. من چرن میگم؟ من چرن میگم؟ از چشم افتادی سهیل. طلاقت بدم که چی بشه ها؟ که چی بشه؟ فکر پول داری هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی؟ یعنی چی؟ نه خانم محترم، میخوای بگی دادگاه چی بگی؟ میخوای بگی معتادم؟ میخوای بگی ایدز دارم؟ میخوای بگی ناتوانم؟ یا میخوای بگی بچه‌ام؟ ها؟ کور خوندی، تو زن منی. حالیت میکنم سهیل، از فردا برای همه چیز رو خودت حساب کن. کنار کلید ویلا رو میذاری، سویچ ماشینم همینطور. فروغ اصلا همه چیز رو میذاری. فروغ وایسا برای توضیح میدم. فروغ بی خود دنبال من نیا. سلام خاله، صدات چرا اینجوریه؟ چی؟ کجا؟ خیلی خوب تو آروم باش، من الان میام الان. سلام، چی شده؟
اگه بدونی چه بلایی سرم اومد نزدیکو بزنم بچه مردمو بکشم. خیلی خوب، حالا که چیزی نشده عزیزم آروم باش. اصلا اعصابم به هم ریخته، کنترل خودم از دست دادم. میخوای به این دکتر فشارت بالا نباشه؟ نه نه، قرصمو خوردم. با این حرف زدم، میگه طلاق نمیدم. دیشب یه جارو جنجالی را انداخت که بیا و ببین. مانیو من نمیدونم چی کار باید بکنم. حالا من هر جور شده باید از دست این خلاص بشم. خانم خدا خیلی بهتون رحم کرده، حتما یه خون بریزید. بله من یکم کنترلمو از دست دادم. نخوام شما کنترلتون از دست ندید. ماشینتون دستکاری شده. ترمز نداره اصلا. یعنی چی دستکاری شده؟ الله اعلم. احیانا شما بدخومت خو نداری خانم، ولی ماشاءالله وضعیتون این که مشخصه خیلی رو به راست. ولی به خیر گذشت، خدا خیلی بهتون رحم کرد. یه هر نباشه تا یک ساعت دیگه آماده است، میتونیم بیاییم بیاییش. باید این اصلا دیوونه شده. فکر نکنم خاله، شادم خیلی باهوشه. فهمیده میخوای ازش جدا بشی؟ هیچی هم که به اسمش نیست، میدونه اینجوری بازی و باخته. خب چطوری از شرش خلاص بشم خانم فیلسوف؟ مگه تو دنبال تحقیق در مورد شر نبودی؟ بفرما، اینم یه ماجرای واقعی. چرا نمیریم پیش پلیس؟ چجوری برم پیش پلیس؟ چجوری ثابت کنم اون میخواد منو بکشه؟ عزیز من اینجا ایرانه، اونم شوهر منه. بدون دلیل که نمیتونم تقاضای طلاق کنم، اونم اینو میدونه. ولی اون قصد جونتو کرده، بالاخره میکشتت. مطمئنم بعدش هم که میشه صاحب همه اموال من، تنها وارث من. خیال خام نمیذاریم خاله. تو چی تو کلته؟ در نکنه. ببین من حسین این خالتو ندارم. یواشتر میشنوه. بهتره امه جون تا قاطی بازی اینا نشی. امه جون من که نمیتونم تو این شرایط تنهاش بذارم. بعدشم بزرگ شدم دیگه، بچه که نیستم. از اون چی شد پیداست؟ ببین نیم ساعت دیگه وقت خواب منه. من خوابم سنگینه. هرچی میخوام خودتون بیان ببرید. چشم، شما بخوابید. شب بخیر.
محمد حتی نایمد یه احوال پرسی با ما بکنه. خسته بود به دل نگیر. میگم میخوای من برم خونه یه بار دیگه باش حرف بزنم؟ ما فکر بعدی نیست، فقط من نگرانم این دفعه دیگه نتونی به سر در بری. دو بار شانس آوردی، دفعه سوم چی؟ آخه من کاری نکردم اون بخواد منو بکشه. مانیا من عاشق اونم، هرچی خواسته بهش دادم. میدونم اون همه رو میخواد، ولی بدون تو باور کن دلم نمیخواست اینجوری بهت بگم، ولی فکر کنم الان دیگه وقتش با واقعیت رو برو بشی. ولی نداره. تو چت شده خاله؟ عشق کورت کرده؟ باور کن الان وقتشه. قول میدم بهت آب از آب تکون نخور. بهش زنگ بزن، بگو بیاد اینجا، بگو دیگه با تو خونه نمیذاری مگه بعد از طلاق. بکشونش اینجا با هم یه قهوه میخوری. از من نمیاد مانیا، من نمیتونم اینجوری، اصلا خودم خوب نیستم. یه دقیقه وایسا، یه وایدنت برم اینو بگیر، یه دونه از این بخور، آرومت میکنه. چیزی نیست، از اون خودش. بله فروخ کجاست؟ از من میپرسی؟ ببین من میدونم که تو میدونی، بگو کجاست. داره میاد اینجا. ببینم تو چرا دست از سر خاله من بر نمیداری؟ بهتر تو کارهای ما دخالت نکنی، بشین تزتو بنویس. اون زن منه، فهمیدی؟ از وقتی سر کلت پیدا شده همه چی به هم ریخته. منظورت از همه چیز نقشه های شومت دیگه. تو فکر میکنی من نمیدونم داری چی کار میکنی؟ برای بار آخره بهت میگم، از سر راه من برو کنار، بگو بهم زنگ بزنه. بای. شنیدی؟ خاله این آدم ارزششو نداره. نگران نباش دیگه، بسپرش به من. امکان نداره بذارم بهت آسیب برسونه. الو الو بیا پایین. تنهایی دیگه. فکر میکردم حال من خوب نیست،
ولی مثل این که من خوبم. زود تایی بری خونه، سرم خیلی درد میکنه. بشین برات یه قهوه بیارم حالت جا بیاد. میخوام باهات جدی حرف بزنم سایه. فروغ و جدی باش. تو فکر کردی من دیگه به در زندگی با تو نمیخورم؟ چشم دنبال پولاته. ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم ساحل. نمیتونیم. یه غلطی کردم. ولی میدونی که تایی تاییش دوستت دارم. نداری. تو دیگه اون ساحل سابق نیستی. اونی که شب و روز دنبالم بود. دیگه دوستم نداری. اگه نداشتم به خاطر اینا به سختی نمیکشیدم. سختی؟ آره دیگه، میدونی که توی مملکت حرف مردم و زن سنبالا بگذاریم. عجب، تازه شنیدی این حرفا رو؟ فروغ اگر سر خونه زندگیت، بیا بریم خونه خودمون. من دیگه تو خونه بر نمی گردم. من تو خونه و پیش تو امنیت جانی ندارم. این حرف رو کیه یاد داده؟ نکنه همین دختر فیلسوفه؟ آره چی گفتی؟ من چیزی نگفتم. علاقت بدم که چی بشه؟ آس و باس، بدبخت و بیچاره، مثل قبلنا. تو این یه سال، تو این چند سال چیزی به نام من کردی؟ از به خاطر هم میخواستی که علاقم بکنی؟ حالا بده زیادی خوردی.
بهت ثابت شد خاله. دستشو بگیر ببریش تو همون. همون برای چی؟ به جام شد خاله. دیگه شبش خلاص شد. خب حالا باید چه کار کنیم؟ برو ماشین رو بیار جلده رو خونه.
بشین باش برمان بعد خیلی خوب بشین برمان خوبی؟ پرسیدم خوبی؟ میخوای باش شکار کنی؟ فکرشو کردم میندازیمش تو استخر اینجوری به نظر میاد طبق معمول مست اومده خونه تعدادش به هم خود افتاده تو آب خفه شده من که خواب نیستم هستم؟ تازه بیدار شدی تا الان داشتی خواب یه عشق دروغی رو میدیدی و یه دیگه تموم شد حالا بعده دارم بالا میارم یکم وایسی میرسیم خونه نمیتونم نگه دارم چجوری میتونی اینقدر راحت باشی؟ من این کارو فقط به خاطر تو کردم جعفر و زنشی اونا الان خوابن بعدش هم به این رفت آمده شبونه عادت دارن دیگه نه؟ ولی ما بیدارشون میکنیم بریم خاله اینجا سیف نیست کاری که باید میکردی ببینم خاله دوست داشتی اون بکشته دوست داشتی همه مالا انبالتو بالا بکشه بعدش هم بره به اون دختره عوضی اشغال کنه آره بلش کن دیگه قربونت برم میخوای موزیک بذارم گوش بدی اصلا بذار ببینیم تو چی گوش میدی با حدسشو میزدم یادم بنداز یه سیدی خوب بازت رایت بکنم شی متالیکا دوست داری؟ آره خیلی عادی رفتار کن بپرس آقا هنوز نیومده خونه سلام خانم طوری شده؟ آقا از تو خونه سر نزدن؟ نه خیلی خوب شب بخیر قهوه که میخوری؟ قهوه؟ نه من حالم اصلا خوب نیست تمام تنم داره میلرزه طبیعی خاله قرصاتو خوردی؟ آره میگم کی اونو؟ میندازیمش کم وایسا این دوتا خوابشون سنگین بشه بریم میندازیمش تا استخ جا خوش کنه بخوام یه چیزایی پیدا کنم سنگینش کنم زیرا بمونه سنگی آجوری
بودو. خاله بایمی. چی شده؟ زنی بزن به دکتر. موبایلت کو شماره اش ندارم. دفترش خاله نصف شبه ها. زنی الان یه آرام بخش بهت میزنم راحت لنگ تو رو بخوابی. نمیدونم چی اونقدر اذیتش میکنه. فشارش 16-12 بود. استرا برایشون حکم سیانوره داره. کمکش کن آروم بشه. جدی میگم. دکتر من دارم همه سعیمو میکنم. مطمئنم. لطف کردین اومدین. چقدر باید تقدیمتون کنم؟ با خودشون حساب میکنم. شبتون بخیر. شب شما بخیر. اقدس خانم. سلام خانم، خدا رو شکر بهترین. سلام، مانیا کجاست؟ صبحی رفتن بیرون، شاید کار داشتن. خیلی خوب، به کارت برس. الو سلام خاله، بهتری؟ من دارم میرم ماشین رو یه جا ولش کنم، زود بیا. ماشین شوهرتو دیگه. نه نه نگران نباش، یه جا پارکش میکنم زودی بیا. اوکی بای. خبر داری؟ نه خانم، من ازشون هیچ خبری ندارم. پس شما اینجا چی کار میکنی؟ خب من واسه چی بعد از ایشون خبر داشتم؟ بالاخره نمیدونی کی میاد کی میره؟ ببخشید. تو با چه روی بلند شدی اومدی اینجا؟ میخواستم از آقای برو گمشو بیرون. بیرون. سلام. سلام مریم، اینجا ببینم. بله خانم. این دختره برای چی اومده بود اینجا؟ کاری داشتن. خب چه کاری؟
دنبال آقا سهیل بودن. ببین این اخراج شده دیگه، اینجا راش نمیدیم. چشم خانم، به کارت برس. عزیزم برو به کارت برس. الو سلام فرشاد، چطوری؟ فروغم، خوبم. ببین تو از سهیل خبر نداری؟ نه از دیشب تا حالا ازش خبری ندارم. نمیدونم. نه به گوشیشم هرچی زنگ میزنم قطعه. ببین اگه خبری ازش شد به من آره یه زنگ بزن. ممنون، خداحافظ. به چه بوایی میاد. بهتر نیست به پلیس خبر بدیم؟ برای چی؟ خب معلومه وقتی یکی پیدا نمیشه چیکار باید کرد؟ فکر نمی کنی یکم زوده؟ حتما گیر کرده به چیز ته استخر. باز که شروع کردی خاله. حالا غذا چی هست؟ اونجاست؟ خوابیده بودی. صدای شنیدم اومدم ببینم چه خبره. چرا بیداری؟ بیخواب شدم، خوابم نمیبره. بریم. خاله. خاله. پاشو. چی شده؟ تو به جعفر گفتی آب استخر رو خالی کنه؟ استخر چی میگی؟ من کی؟ بیسته باز چی باید این کار رو بکنه؟ نکنه خبر
داره. یعنی چی؟ بله خانم. جعفر آقا برای چی استخر رو خالی کردی؟ سگه یادتون رفته. پس فردا تولدتونه. باید ترتمیزش کنین دیگه. مطمئنی مرده بود؟ مگه اینکه دوتا جون داشته باشه؟ ای خدا، یعنی کی داره با همون بازی میکنه؟ ما نیا باید به پلیس خبر بدیم. من دیگه دارم روانی میشم. مشخصات لطفا. سهیل خانی‌آبادی، متولد تهران. سن؟ 30 سال. شون همسر شما هستن؟ بله. یعنی چند سال از شما جوان تنن؟ 10 سال. عکس ازشون دارین که؟ بله. چند وقت ازدواج کردین؟ حدود 3 سال میشه. ببخشین، به چیزی مشکوک نیستین؟ رابطه پنهانی؟ سفر خارجی؟ نه خیلی، فکر نمی کنم. با هم زندگی میکردین دیگه؟ بله. ببینم، آدرس جداگونه ای ازش ندارین؟ یعنی دوستی، رفیقی؟ نه، پدر مادرش که شهرستانن، باشون تماس هم گرفتم، متاسفانه خبری نداشتم. گفتین ماشینش چی بود؟ یه سانتافه سفید مدل 90. به مرکز درمانی که اطلاع دادین؟ نه خیر، فکر میکردم پیدا میشه. آخه سابقه داشته 2-3 روز رفته سفر، ولی خبر میداد. باشه، باهاتون تماس میگیریم. البته یه سرم خونه میزنیم اگه مشکلی نیست. نه نه، چه مشکلی؟ من میتونم برم؟ بله، باهاتون تماس میگیریم. بفرمایید. کجای لعنتی؟ آخه تو از جون من چی میخوای؟ چی شده خاله؟ چه خبره؟ جعفر، جعفر از این چیزا خبر داشت؟ چیا؟ بازی کامپیوتری سهیل، مارک سیگاری که میکشه.
نمیدونم. تو فکر میکنی کار اون باشه؟ نمیدونم، ولی اینو میدونم که سهیل مرده. پس این جعفر توی خونه چه غلطی میکنه؟ خاله جون یه دقیقه وایسا. اصلا با من عزیز من اصلا نمیخوام اینجوری شم. خواهش می‌کنم دیوونه شدم دیگه، دارم روانه میشم. خاله ما یه چی رنگ گوش کن ببین چی میگم. آقا حقا هیچی نمیشه. هیچی جعفر آقا شده برای چی باید یکی بیاد تو ویلا؟ برای چی بیاد تلویزیون رو روشن بکنه؟ تو بس حواست کجاست؟ تو خونه چه غلطی داری میکنی تو؟ آخه کی اومده؟ من برای چی دارم به تو پول میدم؟ خاله منو ببین باطمه نکن. تو به چه درد من میخوری؟ نه میخوام بدم تو به چه درد من. بیا بریم خاله، حالا بد میشه ها، بیا بریم. بابا جوری من چی میخوام؟ خیلی خوب خیلی خوب، آروم باش آروم باش. دیوونم کردن تفری از دوری آقا زده به سرش. من چه میدونم، برو تو بابا. تو فکر نمی کنی سهیل زنده است؟ اصلا شک ندارم که مرده، مطمئنم. مگه اینکه تو به روح اعتقاد داشته باشی، اونم از نوع شیطانیش. نمی فهمم پس قضیه چیه؟ من نمیدونم چرا همه شکم به این جعفره. برش کن، انقدر بهش فکر نکن، بسپرش به من. اصلا دارم نمیخواد هیچی آزارت بده. من به خاطر تو این کارو کردم، مطمئنم هستم که کار درستی کردم. مانیا آدم کشتیم. اون آدم نبود. بعضی اصلا لیاقت زندگی کردن ندارن. کاش که اون کارو نکرده بودی. واسه پشیمونی دیگه خیلی دیر. همه چی درست میشه این اولش، بهت قول میدم خاله. من خیلی خستم، میرم بخوابم. تو هم بهتره دیگه بخوابی. در ویلار هم قفل کن که دیگه ارواح خبیث نیان سراغت. دوستت دارم خاله.
اونجوری هم که فکر میکردی سخت نبود. حالا چی کارش کنیم؟ فعلا بهش دست نمیزنیم، نفسهای آخرش. دلم واسش میسوزه. تو مطمئنی که نمیافتیم؟ نگران نباش، فکر همه جاشو کردم. تا الانش هم همه چی عین نقشه پیش رفت. جشن بگیریم. از کجا من اون کلکی تو کارت نباشه؟ به من شک داری؟ اونم الان که همه چی اونجوری که بهت گفتم پیش رفته؟ اگه بهت شک داشتم وارد این بازی کثیف نمیشدم، ولی حقش بود. میدونستم یه روز ازم خسته میشه و من میذاری کنار. دیگه آلو سری بدبخت نشدم. برو بیرون یه نگاه بنداز ببین سرای درو زنش خوابیدن یا نه. فقط بپا نبیننت. برو بیرون یه نگاه بنداز خیالمون راحت بشه. برو. همه چی رو به راهه، هیچ خبری نبود. داره جون میده. میخوای به خاطر زندگی من. میخوام از گیلاس تو بخورم. دیوونه، اگه بهم شک داری که اصلا به خاطر زندگیمون بخور. چرا نمیخوری عزیزم؟ اصلا از این کارت خوشم نیومد. بخور. گفتم که خوشم نیومد. گفتم بخور. باشه، واقعا واسهت متاسفم. میدونستم زرنگی، ولی منو رسته کم گرفتی. منو خر کردی که زنم رو بکشم، بعد منو بکشی که همه اموال منو صاحب شی. کور خونی، کثافت، کور خونی، کثافت هارونزاده.
صدایی شنیدم، رفتم پایین ببینم چه خبره. دیدم خانم افتاده رو زمین داره جون میده. من تا اومدم به خودم بجنبم دیوونه به من حمله کرد، گلومو گرفته میخواست خفم کنه، خواست منم مثل خالم بکشه. هر کاری کردم جیغ بزنم نشد. من کشون تو آشپزخونه، دیگه داشتم خفه می شدم، دستم دراز کردم کاردو برداشتم. ببینید خانم، شما با نیت قبلی به ایران اومدین. از 3 ماه قبل از اینکه وارد ایران بشین با یه شخصی به نام اسواندر توی فیسبوک چت میکردین. اینم پرینت های چت تو با اون. نه اصلا، چی داری میگین شما؟ اون سهیل بود، درسته؟ بعدم با یه آیدی دیگه بهش میل میزدی و رو مخش کار میکردی. داریم به من تهمت میزنین، من وکیل میخوام. ببین خانم، اینجا ایرانه، به این راحتی نمیتونی قصر در بری. حرفتون همش تهمته، داشت منم میکش مگه ندیدین؟ بابا فروخ خالم بود، من واسه چی باید این کارو میکردم؟ خب معلومه، چون ارث خواهرشو بالا کشیده بود و شما رو مجبور کرده بود که از ایران مهاجرت کنین، اونم دست خالی، و تو اونو مقصر میدونستی. یک کلمه هم از حرفاتون چیزی نمیفهمم. و حالا فکر میکنی وارث همه ی املاک و دارایی های خالت مادرته، اینطور نیست؟ اگرم هرچی به مادرم برسه حقشه، ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه من توی این ماجرا دست داشته باشم. یادمه داشتی راجع به لذت گناه فکر میکردی، حالا به چی فکر میکنی؟ لذت یا عقوبت؟ خانم، ما هیچ وقت زیر عقب نمیمونم. خیلی هم مطمئن نباشی. جالبه که حتی پشیمونم نیستی. اقرار به گناه و توبه لذت خاص خودشو داره. نمیخوای تجربه کنی؟ اینا یه فرضیه است. شما هم بدون مدرک نمیتونی منو اینجا نگه داری. همه چی طبق نقشت پیش نرفت. باید یه خورده حواستو بیشتر جمع میکردی. خانم فیلسوف.
گفتم ماه زیر ابر نمیمونه. چرا؟ نقشه من حرف نداشت. من که میخواستم گذشته رو جبران کنم. من که میخواستم همه دور هم جمع بشیم. من که میخواستم سهمتون رو بدم. بهت گفته بودم مانیم. آره گفته بودی، ولی اون همه سال در بدری تو غربت چی؟ اونم پس میدادی؟ دقمرک شدن بابام چی؟ میدونی بابا چی کار کردی؟ میدونی با خواهر خودت چی کار کردی؟ پس چرا؟ چرا وقتی داشتم جون میدادم خلاصم نکردی؟ میدونی چیه؟ خواستم زجر بکشی. بدون شعار آشغال کثافتت اومد همه چی رو خراب کرد. باورم نمیشه. ولی من دوست داشتم مانیا. دوست داشتم. بریم.